امید شکری، کارشناس نفت و انرژی از واشنگتن دی سی در ارتباط با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای شکری. آیا میشه اصلا در ارتباط با چگونگی انفجار خطوط انتقال گاز گمانه زنی کرد؟ در چه صورتی ممکن که این انفجارها رخ بده؟ بله، باید اشاره بکنم که این برای بار اول نیستش که خطوط خط لوله گاز در ایران مورد خرابکاری قرار میگیره و انفجار در اون باعث ایجاد بحران در بخشی از استانهای ایران میشه. تقریباً در روز 22 بهمن سال 89 در استان قم سه تا خط لوله اصلی گاز که گاز رو به استانهای تهران، کردستان و همدان منتقل میکردن در آن واحد منفجر شدند و این باعث شده که اون استان‌ها با بحران گاز طبیعی روبرو بشن و در اون بازه زمانی دمای 25 استان زیر صفر بود و این زمان بندی که انتخاب شده بود معنی دار بود. اگر به سوال شما برگردم، حملات یعنی انفجارهای امروز در استان فارس و استان چهارمار بختیاری نشون داد که این دو تا حمله میتونه از یک مرکز سازماندهی شده باشه و انتخاب این تاریخ با توجه به شدت سرما در استان‌ها میتونه معنای مهمی و پیام مهمی برای تهران باشه که هم امنیت زیرساخت انرژی رو بیشتر از این جدی بگیره و سرمایه‌گذاری بیشتر برای حفاظت فیزیکی و استفاده از تکنولوژی پیشرفته برای حفظ امنیت زیرساخت انرژی خودش به کار بگیره و هم با توجه به سیاست خارجی خودش به ویژه پس از اون جنگ غزه در سیاست خارجی خودش هم بخواد بازبینی بکنه، چرا که نمیشه این حوادث اخیر یعنی انفجارها رو از حوادثی که در چند ماه اخیر در دریای سرخ و فلسطین میگذره نامرتبط دونست. آقای شکری، این خطوط انتقال گازی که الان هدف قرار گرفتن مثلا چه مختصاتی دارن؟ ویژگی هاشون چیه؟ عوارض منفجر شدنشون چیه؟ بله، این گاز، این خطوط لوله که جزء خطوط اصلی گاز هستن و گاز استان‌های مهم و صنعتی کشور مثل تهران، اصفهان و قم و سایر استان‌های مهم مثل البرز رو تغذیه می‌کنن و انفجار این خط لوله باعث میشه که اگر در کوتاه مدت نتونن مدیریت بکنن و تعمیر بشه، اولا ما افت فشار در شبکه خواهیم داشت و پس از اون میتونیم شاهد افزایش هم افت فشار و هم قطع گاز در مناطق مسکونی باشیم که تلاش دولت اینه که با قطع گاز مدارس ادارات دولتی و قطع گاز کارخانجات بتونه افت فشار در مناطق مسکونی رو مدیریت بکنه، ولی اگر نتونن در کوتاه مدت این دو تا خط لوله رو تعمیر بکنن، باید شاهد افزایش افت فشار و شروع تدریجی قطع گاز در استان‌ها باشیم که در برخی از استان‌ها از امروز شاهد بروز هوای سرد هم خواهیم بود که این میتونه دامنه انفجارها و تاثیر انفجارها بر امنیت انرژی و زندگی روزمره مردم رو افزایش بده. شکر، شاید بد نباشه که نگاه بکنیم اصلا چه سازوکارهایی برای مراقبت از خطوط انتقال گاز در کشورهای توسعه یافته وجود داره. آیا چنین مکانیزم‌ها و سیستم‌هایی اصلا در ایران هست؟ بله، به سوال بسیار خوبی اشاره کردید. در همه کشورها فرق نمی‌کنه مصرف کننده یا تولید کننده انرژی، به ویژه کشورهای توسعه یافته از همه تکنولوژی‌های روز برای استفاده از زیرساخت انرژی خودشون به ویژه خط لوله‌ها استفاده می‌کنه و با توجه به فصل زمستان این بازبینی‌ها و استفاده از تکنولوژی مثل پهپادها در مناطق پیشرفته مثل آلمان بیشتر از پیش رونق گرفته و حتی چین هم با استفاده از پهپادها امنیت خط لوله و حتی خطوط آب و خطوط برق رو هم تحت نظر قرار میده. در ایران تا جایی که من تحقیق کردم فقط خطوط لوله در منطقه پارس جنوب، میدان پارس جنوبی و تاسیسات پالایشگاهی در پارس جنوبی توسط پهپادها رصد میشه و مراقبت فیزیکی میشه، ولی در مورد بقیه خط لوله ها من نتونستم به آماری دست پیدا بکنم که آیا وزارت نفت و دولت ابراهیم رئیسی از تکنولوژی پیشرفته مثل پهپادها برای حفاظت فیزیکی از خطوط خط لوله استفاده میکنه یا نه، چون استفاده از پهپادها هم در زمینه احداث خط لوله ها کاربرد داره، هم در زمینه حفاظت فیزیکی و امنیتی و هم در زمینه حفاظت دوره‌ای برای بازدید. سپاسگزارم از شما. امید شکری، کارشناس نفت و انرژی از پایتخت ایالات متحده، همراه ما.